ایران حمله به نمازگزاران مسجد گذرگاه هرات را محکوم کرد. نماینده امریکا: عاملان انفجار مسجد گذرگاه هرات باید محاکمه شوند. گودریش: بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان غیر قابل توجیه است. خلیلزاد: واشنگتن و طالبان توافق نشست دوحه را پیگیری کنند. کارشناس افغان: در صورت ایجاد نشدن یک راه حل سیاسی، صف آرایی ها در برابر طالبان بیشتر خواهد شد. مجاهد: درباره انصاری: تدابیر امنیتی شدید بود، اما هانچه از سوی پروردگار مقرر باشد میرسد. جانشین مولوی انصاری تعیین شد. جوی خون در هرات: واکنش ها به حمله انتحاری و کشته شدن مولوی انصاری. مشروع خبرها: سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تعصب‌وار تروریستی بر نمازگزاران در مسجد در شهر هرات افغانستان را محکوم کرد. ناصر کنعانی با محکوم کردن حمله تعصب‌وار تروریستی بر نمازگزاران مسجد گذرگاه شهر هرات افغانستان و با ابراز نگرانی از تداوم حملات تروریستی در افغانستان تاکید کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پدیده شوم افرادگرایی، خشونت و تروریسم در کنار افغانستان و ملت مظلوم آن می ایستد. سخنگوی وزارت امور خارجه با تسلیت به خانواده قربانیان این حمله تروریستی از خداوند متعال برای مجروحان و مظلومان شفای عاجل مسئلت کرد. نماینده امریکا: عاملان انفجار مسجد گذرگاه هرات باید محاکمه شوند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که حمله بر مسجد گذرگاه ولایت هرات یک اقدام تروریستی است و عاملان این حمله باید محاکمه شوند. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، خواستار محاکمه عاملان انفجار بر مسجد گذرگاه شهر هرات شده است. آقای وست شب گذشته 11 اسفند در توییترش حمله روز گذشته در مسجد گذرگاه را یک اقدام تروریستی خوانده است. توماس وست با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان در توییت گفته است: ما این اقدام بی‌معنای تروریستی را محکوم کرده و می خواهیم عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند. این در حالی است که مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گذرگاه هرات و 45 تن دیگر روز جمعه 11 اسفند در پی یک حمله انتحاری در بیرون مسجد گذرگاه هرات کشته شدند. گودریش: بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان غیر قابل توجیه است. دبیرکل سازمان ملل میگوید که تعطیلی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نقض حقوق برابر و غیر قابل توجیه است. آنتونیو گودریش، دبیرکل سازمان ملل، میگوید که دختران افغانستان همچنان از رفتن به مکتب محرومند. او در توییت نوشت که محرومیت دختران از آموزش و بسته ماندن مکاتب دخترانه نقض غیر قابل توجیه حقوق زنان است و به افغانستان آسیب میزند. گودریش گفت که دختران باید به مکتب برگردند. خلیلزاد: واشنگتن و طالبان توافق نشست دوحه را پیگیری کنند. زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، در گفتگوی ویژه با تولونیوس از ایالات متحده آمریکا و طالبان میخواهد که توافق نشست دوحه را پیگیری کنند. خلیلزاد به این باور است که یگانه راه حل برای بهبود روابط با افغانستان عملی ساختن کامل توافقنامه دوحه است. وای می افزاید که حکومت سرپرست برای تعامل با جامعه جهانی مسائل چون بسته ماندن مکتب‌های دختران را بازنگری کند. نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفت امریکا و طالب بنشینند سر موضوعی که در موافقتنامه دوحه موجود داشت و عملی نشده، مثلا در آمدن یک حکومت به اساس یک مذاکره باید بعضها صورت گیرد. کارشناس افغان: در صورت ایجاد نشدن یک راه حل سیاسی، صف آرایی ها در برابر طالبان بیشتر خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که طالبان خواهان تعامل رسمی با جامعه جهانی است. او همچنان تاکید دارد درباره تشکیل حکومت مشمول از سوی جامعه جهانی مداخله کشورها در مسائل داخلی افغانستان است و از زمان مذاکره با طرفهای داخلی گذشته است. سخنگوی طالبان اظهار داشت: وقتش خوال تیه شد. ما خمی گفتیم که قبل از اقدامات نظامی که بیاییم شهرها را به زور نظامی بگیریم، باید مذاکرات این کار را میکرد. روی تفاهمات این کار میشد. از حالا کرده به مراتب بهتر بود. آقای مجاهد همچنان جبه مقاومت را تهدید جدی برای حکومت کنونی نمیداند و میگوید که این جبهه بیشتر در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند.
فرهاد ابرار، کارشناس سیاسی افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان میگوید که فکر میکنم مبارزات مدنی و نظامی در افغانستان پس از مسلط شدن گروه طالبان در برابر این گروه یک واقعیت عینی است که نمیشود از آن چشم پوشی کرد. او گفت بعد از آن که در 15 اگست سال قبل کابل به عنوان پایتخت کشور سقوط کرد، احمد مسعود فرزند قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود جبهه مقاومت ملی را پایه‌گذاری کرد. این جبهه در اولین مرحله از مبارزه نظامی خود دچار شکست شد و نتوانست از جغرافیای پنجشهر حراست نماید، اما رهبری جبهه به دنبال مدیریت اوضاع بیرون شد. حاصل این مدیریت در یک سال گذشته سبب شده است تا گروه طالبان این واقعیت را بپذیرد که جبهه مقاومت ملی یک امر واقعی است و نمیتوان از وجود آن انکار کرد. هرچند مقام ها و سخنگویان گروه طالبان در مصاحبه ها و مباحث رسانه‌ای وجود هر نوع جبهه به خصوص جبهه مقاومت ملی را نپذیرفته و آن را فیسبوکی خواندند. مجاهد درباره انصاری: تدابیر امنیتی شدید بود، اما آنچه از سوی پروردگار مقرر باشد می رسد. سخنگوی طالبان گفته است که تدابیر امنیتی خوبی برای مولای مجیب الرحمن انصاری گرفته شده بود، اما آنچه از سوی پروردگار مقتدر باشد می رسد. ذبیح الله مجاهد درباره ترور این مولوی طرفدار طالبان گفت که هیچ بی‌پروایی نسبت به او صورت نگرفته و محافظ و واسطه زیری در اختیارش گذاشته شده بود. آقای مجاهد افزوده که مولوی انصاری به دلیل موضع‌گیری‌ها در معرض تهدید بود و طالبان تدابیر امنیتی شدید را برای او در نظر گرفته بودند. سخنگوی طالبان گفته که روز کشته شدن او هیچ گونه بی‌پروایی از سوی این گروه صورت نگرفته بود. ذبیح الله مجاهد گفته که تدابیر امنیتی از جمله چندین محافظ، واسطه زیری، سلاح و وسایل دیگر در اختیار مولوی انصاری گذاشته شده بود و هنگام برگزاری مراسم این تدابیر بیشتر می‌شد. سخنگوی طالبان همچنین گفته در هرات و فرا افراد را که قصد ترور مولوی انصاری را داشتند از بین برد. در ادامه پیام آقای مجاهد آمده است تا علمای کرام از احتیاط لازم کار نگیرند، جلوگیری از همچین حملات کار مشکل است. جانشین مولوی انصاری تعیین شد. نصرت الله صاحبی در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می‌دهد. جانشین مولوی انصاری برادرشان مولانا فضل الرحمن می باشد. او در ادامه گفته است جای شهید منبر و محراب خالی نخواهد ماند انشاءالله. منابع رسمی تا کنون در این باره چیز نگفته است. جوی خون در هرات، واکنش ها به حمله انتحاری و کشته شدن مولوی انصاری اشت صبح گزارش می دهد. شهر هرات پس از ماها رامش نسبی روزهای سخت را سپری کرد و گواه حمله انتحاری بود. انفجاری که دهها کشته و زخمی بر جا گذاشت. انتحار کننده مولای مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات را هدف قرار داد. آقای انصاری یکی از طرفداران پرآوازه رژیم طالبان بود. مسئولان ملی طالبان تعداد تلفات این رویداد را به شمول مولوی انصاری 18 کشته و 23 زخمی اعلام کرده است، اما منابع ملی میگویند که در نتیجه این انفجار 46 تن جان باخته و 86 تن دیگر زخمی شدند. نوید، یکی از گواهان رویداد، در صحبت با روزنامه اشت صبح میگوید من در نزدیک حوضی که در صحنه زیارت خواجه عبدالله انصاری موقعیت دارد نشسته بودم که مولوی انصاری آمد و تعداد زیاد از محافظانش او را همراهی میکردند. نوید میافزاید مولوی انصاری قرار بود به سوی نماز و جمعه برود. وقت مردم مولوی انصاری را دیدند، تعداد زیاد در نزدیکی دروازه به پذیرایی او جمع شدند. با محض مسافحه و دزبوسی صدای انفجار بلند شد. این گواهی رویداد که برای ادای نماز جمعه به مسجد جامع گذرگاه هرات رفته بود پس از انفجار حیرت زده شده و ساحه را ترک کرده است. مسجد جامع گذرگاه یکی از مسجدهای شورای هرات است که در روزهای جمعه میزبان صدها نمازگزار می باشد. این انفجار در آستانه ادای نماز جمعه رخ داده است هنگامی که صدها تن در محل حضور داشتند. مسئولان ملی طالبان عصر روز جمعه 11 سنبله با نشر فهرست گفتند که در پی این انفجار 18 تن جان باخته و 23 تن دیگر زخمی شده است. منابع ملی اما میگویند که در این انفجار 46 تن جان باخته و 86 تن دیگر زخمی شده است. در این فهرست برادر مولوی انصاری و محافظان او نیز شاملند. مسئولیت این انتحار را شاخه خراسان دولت اسلامی داعش بر عهده گرفته است.
پس از وقوع انفجار، راه‌های منتهی به مسجد جامع بسته شده و با جز اعضای خانواده مولای انصاری و کس دیگر اجازه ورود داده نمی‌شد. پس از حدود نیم ساعت آمبولانس‌ها به محل انفجار رسیدند و زخمیان زیاد را به شفاخانه حوزوی ایراد منتقل کردند. با تعقیب آن، بانک خون ایراد در صفحه فیسبوکش از مردم خواست برای اهدای خون به شفاخانه حوزوی مراجعه کنند. طالبان اما به مراجعان اجازه ورود به شفاخانه را ندادند. گواهان میگویند که طالبان با لاتکوب و خشونت مانع ورود مردم به این شفاخانه شدند. یکی از گواهان رویداد به روزنامه 8 صبح گفت: میخواهم برای زخمیان خون اهدا کنم، اما طالبان با رفتار خشن نمیگذارند وارد شفاخانه شوم. طالبان تاکنون توضیح ندادند که چرا به مراجعان اجازه ورود به شفاخانه حوزوی هرات را ندادند. مولوی انصاری و ماجراهایش. مولوی صاحب مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه ایراد بود. او در منطقه گذرگاه ایراد زاده شده بود و فارسی زبان بود. مولوی انصاری پس از حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه عزیزآباد ولسوالی شندن هرات که منجر به کشته شدن دهها باشنده این ولسوالی ها شدند، موضوع تند علی آمریکا داشت. مولوی انصاری نزدیک به 7 سال پیش از منبر مسجد جامع گذرگاه مکتب توحید در هرات را مورد انتقاد قرار داد و این مکتب را محل توهین به خلفای راشدین دانست. این دو مورد از صحبت‌های آقای انصاری او را در هرات و در افغانستان در اوج از شهرت رساند. مولوی انصاری در سال 1391 مخالف برگزاری کنسرت موسیقی در هرات شد و گفت اگر در این کنسرت خون ریخته شود، مسئولیتش به دوش برگزار کنندگان آن است. مولوی انصاری چندین سال را برای تحصیل در عربستان سعودی سپری کرد. در 7 سال گذشته مواضع تند و جنجالیش درباره مسائل مذهبی و دینی او را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مشهور کرده بود. این خطیب مسجد جامع گذرگاه در هرات یکی از چهره‌های جنجال برانگیز مذهبی در هرات بود که در سال‌های گذشته با استفاده از منبر مردم را علیه نظام جمهوری تحریک می‌کرد. مولوی انصاری پس از تصرف کشور توسط طالبان با این گروه بیعت کرد و از اقدام‌های رهبران طالبان دفاع کرد. او در گردهمایی علمای طالبان که در ماه سرطان سال روان خورشیدی در کابل برگزار شد گفته بود: این امنیت و این نظام با آسانی به دست نیامده. اگر کسی در مقابل این نظام کوچکترین حرکت میکند، باید سر زده شود و از بین برود. آقای انصاری ده ها فدوای جنجال برانگیز دیگر نیز صادر کرده بود. مولوی انصاری در کنار حمایتش از رژیم طالبان، انتقادهای نیز بر چگونگی حکومتداری طالبان داشت. او چند پیش از رهبران طالبان خواست که در مناطق فارسی زبان مسئولان پشتون نگمارند، زیرا به باور او این اقدام سبب سرگردانی و عدم تفاهم مسئولان با مراجعین می شود. واکنش ها به انفجار هرات و کشته شدن مولوی انصاری. وقوع حمله انتحاری در مسجد جامع گذرگاه در شهر هرات از سوی چهره های سیاسی و شهروندان این کشور نکوهش شده است، اما درباره کشته شدن مجیب الرحمن انصاری واکنش های شهروندان متفاوت است. طالبان کشته شدن مولای مجیب الرحمن انصاری روحانی پرنفوذ طرفدارشان را نکوهش کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ساعت پس از کشته شدن او با نشر تویت گفته که او در هنگام ادای نماز جمعه به قتل رسیده است. آقای مجاهد قلین روحانی را ناجوان مردانه توصیف کرده و گفته که طالبان عاملان این جنایت را به کیفر می‌رساند. در همین حال آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و جبهه مقاومت ملی افغانستان بدون ذکر نام مولوی انصاری تنها انجام حمله انتحاری در شهر هرات را نکوهش کردند. سبقت الاحمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییت نوشته است: جبهه مقاومت ملی افغانستان حمله انتحاری بر نمازگزاران مسجد گذرگاه هرات را به گناه شدید محکوم میکند. آقای احمدی در این توییت افزوده است: طالبان با تربیت تروریستان انتحاری کشور را کوره آتش ساختند که هیزمش مردم است. از سوی دیگر، رحمت الله نبی رئیس عمومی امنیت ملی پیشین در واکنش به کشته شدن مولای مجیب الرحمن انصاری در توییت نوشته است: ضرب المثل است که مار تا مار نخورد اژدها نمی شود. مارخوری های اخیر دال به ظهور اژدهای دیگر است. ظاهرا این واکنش آقای نبی اشاره به گسترش فعالیت های گروه داعش در کشور است. علاوه بر چهره های سیاسی، شهروندان کشور نیز وقوع انفجار مرگبار در هرات را نکوهش کرده، اما در برابر کشته شدن مولوی انصاری دیدگاه های متفاوت ابراز کردند. عده‌ای از شهروندان آقای انصاری را شهید خطاب کردند و عده‌ای دیگر گفتند کسانی که بانی ترویج خشونت و مرگ دیگران می شود باید به سزای اعمالش برسد. در همین حال شمار از نویسندگان و کارشناسان نیز دیدگاه های مختلف درباره قتل این روحانی طرفدار طالبان داشته است.
مجیب الرحمن رحیمی پژوهشگر و سخنگوی شورای عالی مصالحه پیشین نگاشته است مرگ ملا مجیب الرحمن انصاری در شدفگن افرادی و خشونت گستر را برای همه آزادی خواهان و عدالت طلبان مبارک باد میگویم. آقای رحیمی افزوده است که در شدفگنان که حمله های خودمرداری را در مسجدهای افغانستان آغاز کردند و حرمت خانه خدا را زیر پا کردند و مسلمانان را مباح الدم خواندند، حالا وقت آن رسیده است که تاوان جنایت های خونینشان را بپردازند. دکتر کاوه جبران نویسنده و شاعر نیز گفته است بازی با ابزار اسلام به همان اندازه‌ای که به دلیل جهل عمومی سهل و دستیاب است به همان اندازه خطرناک است. کسی که عمر علی دموکراسی و سکولاریسم دشمن تراشی کرد به همین سادگی میتواند حذف شود. این حمله انتحاری در حال شهر ایراد را تکان داده است که با سقوط نظام جمهوری طالبان حاکمیت کشور را در دست گرفتند و حمله های انتحاری و انفجارهایشان را توقف دادند. طالبان در سالهای گذشته برای تضعیف نظام جمهوری هر ازگاه دست به حمله های انفجاری انتحاری جاسازی ماین ها در کنار جاده ها و مترهای نظامی میزنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همیشه ما باشد.